سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. من در آموزش های گذشته روش های کسب درآمد از طریق افیلیت مارکتینگ یا روش های دیگری مثل سایت های نیازمند یا سیستم های حمله بار، انتخاب نام و برند برای شرکت ها، کسب درآمد از طریق دیدن تبلیغات یا تایپ کردن یا خیلی از آموزش های کاربردی دیگری رو در فکر کنم 140 تا ویدیو من نمایش دادم و آموزش دادم که میتونید از طریق قسمت پلیلیست به این تعداد مشاهدهشون بکنید و واردشون بشید، ببینید ویدیوها رو و ازشون استفاده کنید. در آموزش امروز یک روش کسب درآمد آماده کردم برای دوستانی که اهل قلم هستن یا نویسندن و میتونن تولید محتوا انجام بدن با نوشتن کتاب‌های PDF و کتاب‌های الکترونیکی و فروختن اونها به سراسر دنیا. آموزش امروز رو لطفاً پیگیری بکنید، اما قبلش ازتون خواهش می‌کنم کانال من رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید، ویدیو رو بعد از اینکه دیدید لایکش بکنید، برای دوستاتون به اشتراک بذارید تا تعداد زیادی از افراد بتونن این آموزش‌های رایگان رو ببینن و ازشون استفاده کنن. خب آموزشی که امروز می‌خوام بهتون بدم آموزش وبسایت kobo.com هست، یکی از وبسایت‌های فروش کتاب الکترونیکی که شما خودتون میتونید به جمع نویسنده های این که وبسایت وارد بشید و کتاب هایی که تولید کردید رو در قالب های مختلف PDF در این سایت آپلود بکنید تا اینها برای شما در سراسر دنیا با مبالغ و کارنسی های مختلف مثل دلار، لیر، پوند، یورو یا هر ارز دیگری در سراسر دنیا که اینها کار میکنن برای شما بفروشن و معادلش رو در اختیار شما قرار بدن. این وبسایت تقریبا بالغ بر 89,000 کتاب رو در خودش جای داده که یه تعداد زیادی از افراد توی این وبسایت دارن فروشندگی کتاب رو انجام میدن. شما میتونید اینجا بر اساس کشور خودتون اینجا کتاب رو میتونید پیدا بکنید، یا میتونید بر اساس ملیت خودتون، یا بر اساس خب خیلی از چیزها میتونید یک کتاب رو به راحتی سرچ بکنید و بیارید. به عنوان مثال من الان چون در ترکیه زندگی میکنم، بر اساس کتبی که در ترکیه نوشته شده و حتی زبونش ترکی هست به من نمایش محتوا رو نشون میده. شما میتونید از انتهای این وبسایت بیاید و کشور مورد نظرتون خودتون رو تغییرش بدید. اجازه بدید من اینجا چنجش رو بزنم و در صفحه‌ای که باز میشه کشور دیگری رو انتخاب بکنم تا شما کاملا متوجه این مسئله بشید. اما اجازه بدید تا زمانی که باز میشه من یه نکته‌ای بگم در مورد کسب و کارها یا همون چیزهایی که شما میتونی از طریق اون درآمد آنلاین داشته باشید. ببینید اینترنت چیزهای زیادی رو توی دنیای ما تغییر داده. مثلا ایمیل جایگزین نامه‌های دستی شده. اگه یادتون باشه قدیما ما نامه می‌نوشتیم، می‌رفتیم یه دونه چیه اسمش، تمبر می‌زدیم و بعد پستش می‌کردیم. امروز افراد از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف با همدیگه در ارتباطن. قبلا ما می‌رفتیم تلفن دکه، کیوسکای تلفن بود، تلفن‌های رومیزی بود و بعد موبایل‌ها اضافه شدن. آموزش‌های مجازی جایگزین آموزش‌های سنتی شده. قبلا شما میرفتی سر کلاس های آموزشی میشستی، یک آموزش رو یاد میگرفتی، اما الان تماما به صورت آنلاین برگزار میشه. افراد قبلا به جای اینکه برن یه جا پارک پیدا کنن، ماشینشون رو پارک کنن، برن یه چیز رو خرید بکنن، الان دیگه این مسئله براشون اتفاق نمیفته. همه میان خرید اینترنتی انجام میدن. از طرفی به عنوان یک کاربر اینترنتی میتونیم از ایمیل به عنوان یه ابزاری برای بازاریابی محصولات و خدماتون مثل نرم افزاری مثل اسکایپ که برای برگزاری جلسات استفاده شده یا از سایت‌های معتبری که وجود دارن میتونیم به راحتی از طریق اینها درآمد کسب کنیم. خب اینها تنها یه چشمه کوچیکی از لطف اینترنته که ما داریم ازش لذت میبریم. یکی از مهمترین مواردی که مسیر بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد آنلاین برای افراد کارآفرین ایجاد کرده همین بحث انتشار کتابه، به ویژه انتشار و فروش کتابای آنلاین یا کتابای الکترونیکی یا همون ایبوک ها. خب kobo.com یکی از اون وبسایت هاست که این امکان رو در اختیارتون قرار میده. احتمالا شما میدونید که انتشارات هایی که خیلی بزرگن یا سردبیرای بزرگ، نویسنده ها یا کارمندای اداری یا چاپخانه های بزرگ و بعد مرکز توزیع کتاب
اینا همشون که با هم به روش سنتی یا به روش جدید در ارتباطن تا کتاباشون رو توی کتاب فروشی های سراسر کشور پخش بشه و به این مسئله امیدوار باشن که خدای این کتاب من آیا دست مشتری میرسه، آیا میتونم کتاب رو بفروشم یا نه. امروز شما میتونی تمامی این کارها رو از طریق کامپیوتر و اینترنتت انجام بدی. باز هم میگم روال فروش آنلاین با توجه به اینکه همه خط قرمزا و محدودیت هایی که وجود داره مثل عدم پرداخت، عدم پشتیبانی و بازاریابی که از سوی انتشاراتی های بزرگ بوده، الان دیگه این اتفاقات روی وب نمیفته. یعنی شما سرویسی که خرید میکنی به صورت با پشتیبانی تهیه کردی، اون چیزی که تهیه کردی رو راحت میتونی استفاده بکنی و ازش لذت ببری. اینها تفاوت اساسی بین کتاب به شیوه سنتی که شما منتشر میکنی و یا انتشار کتاب به صورت آنلاینه که شما خودت میشی نویسنده کتاب و بعد خودت میشی منتشر کننده ای که میای کتاب رو در سایت‌های مثل amazon.com یا سایت kobo.com یا سایر سایت‌هایی که کارشون انتشار PDF و کتب الکترونیکی هست خودت میای اینا رو قرار میدی. اول اینکه شما دیگه با کتاب‌های چاپی واقعا سر و کاری نداری، پس میتونیم بهشون بگیم که بخش عمده‌ای از هزینه‌های ناشی از ایجاد یک کتاب شامل بحث توزیعشه، تحویلشه و انباره که اینها اصلا دیگه وجود نداره. به علاوه اینکه این کتاب با وجود این همه هزینه ممکنه اصلا فروشی هم نداشته باشه، چون شما ممکنه یک کتاب رو بیاید توی تهران چاپش بکنی، خب مطمئنا اگر انتشارات خوبی پیدا نکنی یا توزیع کننده مناسبی پیدا نکنی نمیتونی این کتاب رو توی شیراز یا توی مشهد یا توی مثلا تایباد یا توی مثلا کجا بگم تبریز اینها رو به راحتی بفروشی. خب اما توی سیستم های آنلاین اتفاق نمیفته. این کتابی که شما می‌نویسید به راحتی میاد توسط دستگاه های مثل گوشی های هوشمندی که الان داریم، تبلت یا کامپیوتر، به راحتی خونده میشه. سالانه میلیون ها کتاب الکترونیکی توی دنیا داره به فروش میرسه. خب این یعنی این که بخواید در نظر بگیرید تقریبا 20% از این کتاب های الکترونیکی فقط توی بازار آمریکا داره منتشر میشه. خب این همه فکر میکنید فضای کافی برای هر فردی رو میاد از بین میبره تا بتونه به عنوان یک کارآفرین وارد این بازار نشه یا بتونه وارد این بازار بشه؟ مطمئنن وقتی ما سیل عظیمی از این استقبال رو توی دنیا داریم میبینیم، مطمئنن با یه دید و یا نگاه در مورد کسب درآمد آنلاین با فروش کتاب الکترونیکی اگر بخوایم پیش بریم، به راحتی میدونیم که از مرحله طوفان مغزی تا مرحله نوشتن و مهمتر از همه بازاریابی و فروش آنلاین کتاب راهی نیست. یعنی عملا شما میای با استفاده از ابزار رایگانی که در اختیار شما قرار گرفته، شاید مثل آمازون یا مثل کوبو یا سایر پلتفرمایی که در مورد فروش کتاب‌های آنلاین قرار گرفته، شما میای و فروش آنلاینت رو انجام میدی. حالا اجازه بدید من اینجا اول مثلا یونایتد استیت رو انتخاب بکنم تا خدمتتون عرض کنم. در مورد اینکه یه عده ممکنه بگن آقا کتاب الکترونیکی اصلا چیه؟ حالا میدونم که همه میدونید، اما برای دوستانی که میان و این مسئله براشون ایجاد میشه که واقعا ای بوک چیه یا کتاب الکترونیکی چیه یا پی دی اف هایی که مثلا ما تولید میکنیم چیه رو، اجازه بدید من یه توضیح خیلی مختصر و کوتاه برای این دسته از دوستان بدم تا اونها هم متوجه بشن. کتاب الکترونیکی یا ای بوک همون کتابه، اما این کتاب توی فرمتیه که میتونیم به صورت آنلاین تحویل بدیم و دانلودش تحویل بگیریم و دانلودش بکنیم. شما میتونی کتاب الکترونیکی خودتو بنویسی یا اینکه نویسنده استخدام بکنی یا از منابع مختلفی برای کتاب خودت ای بوکتو بیای ایجاد بکنیم. موضوع کتابت هم هر چیزی میتونه باشه، یعنی شما میتونی رمان بنویسی، شما میتونی داستان یا میتونی رمان عاشقانه، میتونی علمی تخیلی بنویسی، کتابهای خودآموز بنویسی، فناوری در مورد تجهیزات تکنولوژی روز به کتاب بنویسی، در مورد ادیان و فرقه ها بیای بنویسی، در هر موضوع دیگری که بازار و خریدار بالقوه خودش وجود داشته باشه میتونید وارد بشید. خب یکی از بهترین راه‌ها بررسی لیست پرفروش‌ترین کتاب‌ها توی سایت‌های معروفه. یعنی شما میای می‌بینی کدوم کتاب‌ها پرفروش‌ترین کتبی هستن که از استقبال خوبی برخوردارن. میتونید یکی از دسته‌بندی‌ها یا زیر دسته‌بندی‌هاشو ببینید. مثلا سایت آمازون به خوبی این موارد رو میاد مشخص می‌کنه، یا در مورد نسخه فروش الکترونیکی اصلا نیاز نیست شما به ناشر اعتماد بکنید
که به شما بگه مثلا کتاب شما منتشر میشه یا نمیشه. اما اصلا دیگه هم نیازی نیست به اعتماد کردن به کتاب فروشی ها، بخواید کتابتون رو بسپرید بهشون تا اونها کتاب شما رو بزنن توی قفسه و اینکه آیا کتاب شما فروخته بشه یا نشه. شما میتونید توی یه نسخه الکترونیکی تمامی فرایند رو به راحتی تحت کنترل خودت داشته باشید، یا به زبون ساده تر همه چیز رو تحت کنترل داری، از بازاریابی گرفته تا فروش یا خیلی از چیزا. از این رو تمامی سوداوری رو شما میتونید برای خودتون به راحتی حفظ کنید. نویسنده هایی که خودشون میان کتابشون رو منتشر میکنن تونستن به موفقیت های بزرگی طی چندین سال گذشته دست پیدا بکنن. خب اینها میتونن کتاب ها رو به راحتی منتشر بکنن و به جمع زیادی از افراد، به جای اینکه مثلا شما تیراژ کتابت باشه 2000 تا، به جای 60000 تا فروش داشته باشی، به جای 100000 تا فروش داشته باشی. من خودم یه تعداد کتاب نوشتم توی بازار ایران هم منتشر شده، اما هر کتاب 2000 تا بود، شد 5000 تا، به چاپ دوم رسید دیگه چاپ نشد، هزینه های سنگین داشت، بحث چاپش رو داشت، بحث توزیعش که مهمترین مسائلش رو داشت، مهمترین مسائلی بود که توی بازار به وجود می اومد. من تو نمایشگاه کتاب تهران یک اولین کتابم سال 87 منتشر شد، توی اون نمایشگاه کتاب تهران بخش عمده از کتاب من فروخته شد، اما بعدش تو مرحله دوم چاپ که رسیدم نمیتونستم دیگه به راحتی اعتماد بکنم به توزیع کتابم، چون بعد از اینکه توی بازار تهران منتشر شد من از شهرستان‌ها مشتری پیدا کرده بودم، اما اونجا توزیع کتاب وجود نداشت. اما توی این وبسایت‌ها دیگه این مسائل اصلا اتفاقی نمیافته، چون شما کتابتو به صورت دیجیتال داری منتشر می‌کنی بدون از هر ناحیه و بدون هر جغرافیای کتابت رو داری میفروشی، به جمع زیادی از افراد هم به راحتی داری معرفیش میکنی. خب به عنوان یه ناشر ای بوک چند تا گزینه برای فروش کتاب الکترونیکی در اختیار شماست. شما میتونید بیاید وبسایت خودتون رو خودتون راه اندازی بکنید و اصلا مستقیم شروع بکنید به فروختن کتاب. به عنوان مثال شما میتونید یه PDF قابل دسترس در اختیار خواننده‌هات قرار بدید، یه سبد خرید ساده و بعد هم فروش کتابت. خب این برای شما پروسش رو سخت میکنه، چون شما اولا یه وبسایتی که راه اندازی بکنی، فروش کتاب، تهیه اون سیستم درگاهی که بتونی از طریق اون فروشتون انجام بدی، از طریق بازاریابی کردن برای ورود مشتری ها، اینها هزینه هایی برای شما ایجاد میکنه. استفاده از وبسایت kobo.com یکی از اینهاست که یک مزیت برای شما به وجود میاره که همه این فرآیندها رو خودتون بتونید کنترل بکنید. تمامی اطلاعات مشتری رو به راحتی اینجا میتونید ببینید. یکی از ساده ترین روش های کتاب الکترونیکی استفاده از همین وبسایت واسطه. خب یکی از مزیت هایی که فروش کتاب از طریق این وبسایت یا سایت دیگه در اختیارتون قرار میده اینه که اونا حق کمیسیونی بابت فروش کتاب الکترونیکی از شما دریافت میکنن. خب تقریبا میشه گفت 89 میلیون آمریکایی خواننده های فعال ای بوکن، اینها همه مخاطبان بالقوه شما. تمام این افراد وبسایت های بازاریابی که فقط برای فروش کتاب هستن رو میان چک میکنن و در جستجوی مثلا یک کتاب جدیدن، شاید اونها توی جستجوشون به عنوان یک کلمه کلیدی وقتی سرچ میکنن وارد صفحه کتاب شما بشن. 38% از فروش های کتاب الکترونیکی که توی سایت آمازون داره اتفاق میفته تماما مربوط به کتاب های منتشر توسط افراد عادیه، یعنی نیاز نیست شما حتما یه فرد معروف باشی. خب وقتی شما یه فرد معروف نیستی دلیل نیست که قرار باشه فروشی نداشته باشی، نه، شما با همون کلمه کلیدی پیدات میکنن و این یه فرصت برای شماست که به راحتی دسترسی داشته باشید به مخاطبان هدفتون توی کشورهای مختلف. فرآیند فروشش هم فوق العاده ساده است، یعنی شما میای توی این وبسایت، یعنی همین کوبو یا البته آمازون هم یکی از اوناست، ولی روال آمازون یه مقدار پیچیده است برای دوستان، ممکنه مخصوصا دوستانی که در ایران یا افغانستان اصل کشور هستن شاید مشکلاتی وجود داشته باشه برای دریافت مبالغشون. اما در هر صورت ابتدای این کار به راحتی شما میتونید توی این وبسایت با ساختن یک اکانت جدید توی این وبسایت عضو بشید. بعد از عضویت توی این وبسایت میتونید فروش ای بوک خودتون رو شروع بکنید و رشد کسب و کارتون رو خودتون از طریق این وبسایت ببینید. خب حالا شاید از خودتون بپرسید واقعا باید از کدوم روش برای فروش کتابمون استفاده بکنید. ببینید اگر شما از طریق این وبسایت الان ثبت نامتون رو انجام بدید و اکانتتون رو بسازید، به راحتی از طریق این وبسایت بازاریابی میشه. این وبسایت رتبه خوبی رو داره، رتبه‌ای که این وبسایت در سطح دنیا داره 6000مین سایت دنیاست. فقط در امریکا این رتبه وبسایت رتبه 5000مه، یعنی شما
با یه سایت بزرگی داری کار میکنی که رتبهش واقعا رتبه مناسبیه برای یه سایت فروشی که خدمات واسط رو میخواد بین فروشنده و خریدار ارائه بده. پس شما اگر بیاید از طریق عضویت توی این وبسایت وارد این وبسایت بشید، اکانتتون رو بسازید، امکان پابلیش کردن کتاب هاتون رو دارید. یعنی شما میتونید به راحتی یک کتابی که نوشتی منتشر بکنید. خب شما به هر زبونی ممکن این کتاب رو نوشته باشید. حتی الان مثلا ببینید، من میخوام اینجا سرچ بکنم که آیا کتاب فارسی توی این سایت واقعا میتونیم ما پیدا بکنیم یا نه، یا مثلا کتاب ترکی. خب این خیلی روال ساده ایه. یعنی شما اگر مثلا بیایید اینجا در انتهای وبسایت کشور رو تغییر بدیم، مطمئنا شما میتونید زبان ترکی رو پیدا بکنید. خب من میگم میخوام ببینم آیا فارسی هم توی این وبسایت هست یا نه. من اینجا میتونم یه کلمه فارسی رو سرچ بکنم که آیا کلمه فارسی اینجا وجود داره یا نه، به خاطر اینکه ما مطمئن بشیم این وبسایت میتونه خدمات رو به زبان‌های مختلف ارائه بده. ببینید الان من یه کتاب فارسی پیدا کردم، 18000 واژه پزشکی دیکشنریشه که 9 دلارم تقریبا 10 دلارم قیمتشه. خب پس این وبسایت خدمات رو به صورت‌های مختلف و با زبان‌های مختلف داره ارائه میده. فرقی براش نمی‌کنه که شما تو کدوم کشور باشی. قطعات متلاشی شده کره زمین، تاریخچه هر کشور در سراسر جهان به زبان فارسی، قیمتش 10 دلاره. این یکی مثلا 4 دلار 5 دلاره. قطعات متلاشی شده کره زمین قسمت 4، کتاب 4مش، ماجراجویی به روش سوء تفاهم. حالا اصلا کلمه ایران توی این وبسایت آیا پیدا میشه یا نه؟ من کلمه ایران رو سرچ می‌کنم. ببینید آرمان ایران و ایران آرمان، قیمتش 3 دلاره. بکتاش خمسپور بهرام ایران. ببینید اینا نویسنده هاش همتون مشخصه. یعنی شما اگر کتابت اینجا نوشته اضافه بشه، اسم شما هم میاد توی این لیست. این وبسایت ها برای اینکه ما زبون خودمون رو منتشر بکنیم بسیار عالیه. حیف اگر ادبیات فارسی ما، زبون فارسی ما توی این وبسایت ها نباشه. شمایی که در افغانستان هستی، شمایی که در ایران هستی، یا شمایی که در هر کشوری هستی به زبون فارسی داری صحبت میکنی، برای پخش کردن و انتشار زبون شیرین فارسی میتونید دست به قلم بشید. هر ایده و تفکری دارید، فرقی نمیکنه کتاب شما در چند صفحه قرار باشه آماده بشه. هیچ محدودیتی توی این وبسایت نداره. شما قیمت کتابت مناسب باشه راحت میفروشی. کتاب ها به زبون های مختلف، ببین اینجا مثلا پرژن زبون فارسی رو اینجا پیدا میکنه. حالا من یه کتاب میخوام در مورد افغانستان، ببین اصلا کسی نوشته کتابی در مورد افغانستان، تاریخچه افغانستان یا هر چیزی مرتبط با کشور افغانستان. 88 روز تا قندهار. ببینید کتاب هایی هست که نویسنده هاش هم حتی مشخصه کیا هستن. 3 دلار و 74 سنت قیمت این کتابه. یا کتاب جایگاه افغانستان در سیاست خارجی ترکیه، قیمتش 10 دلاره. احمد زکی هم نمیشه، احمد زکی واسق. حالا شما اگر همین ها رو به اسم انگلیسی هم سرچ بکنید، آیا باز همین کتاب ها پیدا میشن یا کتاب های مربوط به زبون های مربوط به کشورهای ما؟ بله. ببینید اینجا چهره زیبا و دلنشین استاد بزرگوار چیز رو هم دیدید که ما ردش کردیم. یا مثلا شما اینجا اگر مثلا افغانستان سرچ بکنید چی برامون پیدا میکنه؟ افغانستان. آیا کتابی در مورد افغانستان اینجا به زبان انگلیسی نوشته شده یا به زبانهای دیگه؟ مطمئنن بله. 13.59 دلار قیمت کتابه. دوستان عزیز، این وبسایت ها واسطی هستن برای شما و خریداران. تفکرات، ایده ها و اون چیزهایی که در قلم و در ذهنتون هست رو به قلم تبدیل بکنید، بنویسید، تبدیل به کتاب بکنید، توی این وبسایت ها آماده بکنید برای انتشار. به راحتی کتابتون رو به میلیون ها نفر در سراسر دنیا بفروشید. نشینید توی خونتون بگید من باید چه کاری انجام بدم، چطوری باید پول در بیارم. اینها راههایی برای کسب درآمدن. خب یه عده میگن آقا من از کجا محتوا بگیرم؟ ببینید اولین مرحله برای ایجاد یه فروش فوق‌العاده، باور کنید یا نه، اینه که شما باید محتوا داشته باشی، یا محتوای چیزی که میخواد تهیه بکنی رو از قبل ممکن نوشته باشی. اگه در حال حاضر شما وبلاگ نویسی دارید یا از طریق وبلاگ نویسی دارید درآمد میکنید، پست ها و نوشته هاتون رو توی وبلاگ میتونید به راحتی بردارید، ویرایش و ادیت بکنید و بعد بیاد منتشر بکنید. تنها کافیه پست های مرتبطی که میخواد بنویسید رو جمع‌آوری بکنید. مثلا در یک مورد خاص طرف میخواد راجع به طالبان در افغانستان کتاب بنویسه، میتونه از سرگذشت، از تاریخچه پدید اومدن گروه طالبان شروع بکنه، این تفکر رو به البته تفکر نه، این گروه رو بیاد بشینه
محتوا بنویسه و بعد به صورت یک فایل آمادش بکنه. اگرچه این اطلاعات به صورت رایگان ممکنه توی اینترنت وجود داشته باشه، اما افراد زیادی هم هستن که حاضرن پول بدن بابت همین محتوا و اونو به صورت یه مثلا فایل سازماندهی شده تو قالب یه ایبوک تهیه بکنن، چون استفاده ازش بسیار بسیار راحت تره. البته اینم بهتون بگم این تنها یکی از روش‌های جمع‌آوری محتوای کتاب الکترونیکیه، ولی روش‌های دیگری هم هست. من در آموزش‌های گذشته به شما وبسایت‌هایی رو معرفی کردم که مربوط بود به اینکه شما اخبار یا موارد مرتبط مختلفی رو در سراسر دنیا سرچ بکنید و به راحتی به تمام اطلاعات دسترسی پیدا بکنید. تو یکی از آموزش‌ها، جزء آموزش‌های اولیه‌ای بوده که من فکر کنم دادم حدود 4 ماه پیش، اجازه بفرمایید من پیداش بکنم، در مورد وبسایت‌هایی بوده که شما می‌تونستید محتوای کلمات کلیدی رو بیای پیدا بکنید و دسترسی پیدا بکنی به تمامی اینها به صورت یک فایل نوشتاری. یعنی شما میتونستی تمام محتوا رو یک جا سرچ بکنی و بعد هم این محتوا رو به راحتی برای خودت حالا یا مطالعهش بکنی یا اینکه جایی بری و اون رو منتشرش بکنی. الان من پیداش نمی کنم چون فکر میکنم یه مقدار سخته. پیداش کردم، اینجاست. نیوز، جستجوی آنلاین جدیدترین خبرها. شما اگر میخواید در مورد طالبان یه مجموعه کتاب مثلا 20 صفحه 30 صفحه بنویسی و اونو مثلا بفروشی به $1-2، میتونی از محتواهای مختلفی که از قبل توسط خبرگزاری ها تولید شده یا توسط افراد مختلف تهیه شده یه مطالعه بکنی، همه اونها رو ترتیب بندی و دسته‌بندی بکنی و بعد بیای به عنوان یه PDF منتشر بکنی و به راحتی اون مجموعه کتابت رو به افراد زیادی در سراسر دنیا بفروشی. پس این از تولید محتواتون. حالا یه عده میان این کارو انجام میدن، یه عده ممکنه بگن آقا من یه اثر مثلا علمی تخیلی یا خیلی از چیزها رو برداشتم از نسخه اصلیش اون رو ترجمه کردم و میخوام اون رو بنویسم. خب اشکالی نداره، شما اگه خواستی این کارو انجام بدید یادت باشه در کشورهای مختلف حقوق کپی رایت خیلی مهمه. یعنی شما اگر از یک نویسنده خارجی میخوای استفاده بکنی قبلش حتما مجوز بگیری، چون اگر احیانا اون نویسنده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد این وبسایت بشه و کتاب خودش رو اینجا ببینه که شما براش ترجمهش کردی، شاید باعث بشه که دیگه درآمد شما از طریق اون وبسایت صفر بشه. خب خیلی از چیزها هست. قسمت مهم کار اینه که اگه خودتون میتونید از ابتدا شروع به نوشتن بکنید یا به طور پیوسته و جهت اهداف خودتون برای پایان دادن به یک کتاب واقعا بیاید تلاش بکنید، هر روز یه چیزی بنویسید یا یه طرح کلی شروع بکنید و بعد بیاد اون رو کامل بکنید. میتونید یه کتاب رو توی یه حوزه عمومی در نظر بگیرید، اون رو مجدد بیاید تنظیم بکنید، مثلا به این معنی که حق نسخه برداریش منقضی شده باشه. بعد از که کتب هستن که محتوای کتاب شما میتونی برداری به خاطر اینکه حق نسخه برداریش مثلا تاریخش گذشته، چند سال ازش گذشته، میتونی به راحتی اون رو برداری و یه اصلاحات روش انجام بدی، مجدد تنظیم بکنی و منتشر بکنی. نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید این که نیازی به نوشتن داستانی مثل جنگ و صلح نیست. شما میتونی کتابای کوتاه‌تری رو بنویسی و بعد بیای اون با قیمت پایین‌تری بفروشی. نیاز نیست شما حتما یه کتاب 500 صفحه‌ای بنویسی و بعد مثلا $2 بخواد بفروشی. مردم اغلبا کتاب‌های کوتاه‌تر یا موضوعات متمرکزتر رو بیشتر دوست دارن. خب این یه چیز طبیعیه. حواستون هم باشه ممکنه سود چندانی از فروش این کتاب‌ها مثلا به دستتون نرسه، اما این نیست که فقط شما یک کتاب بنویسید. شما باید کتاب‌های مختلف رو بنویسید. نیاز نیست شما یک کتاب بنویسید 500 صفحه، حجم کتاب زیاد باشه، مثلا بخوای $1 بفروشی، خب اصلا ممکنه سودی هم نبری. پس یادتون باشه از این کتاب‌ها به عنوان راهی برای جذب کاربراتون میتونید استفاده بکنید، مجموعه‌هایی بنویسید، کتاب‌هایی رو بنویسید و بعد اون‌ها رو بیاید منتشر بکنید توی این سایت kobo.com و خب چیزهای موارد. برای ایبوک واقعا نیاز نیست خودتون بازاریابی بکنید، اما خب مسائلی که هست اینه که یه رازی تو دنیای انتشارات سنتی وجود داره، اونم این که ناشرا معمولا تبلیغ و بازاریابی فعالی تو زمینه حجم زیادی از کتابایی که منتشر میکنن اصلا انجام نمیدن. یعنی کتاب میره توی انبار موند و کسی هم اون کتاب رو نبرد بفروشه، اون کتاب همونجا موند. بعد از 7 ماه 8 ماه میگن آقا ما اینو بردیم خمیرش کردیم. یعنی طرف نویسنده کتاب رو نوشته و بعد هم دیگه تموم شد، اون کتاب به تاریخ پیوست، یعنی رفت به زباله دان. خب این برای نویسنده های
کم فروش یا نویسنده هایی که تازه دارن نویسنده میشن اصلا خوب نیست. پس اونهایی که این کار انجام میدن برای نویسنده های پرفروش واقعا میان بازاریابیشون رو انجام میدن. اما شما به عنوان ناشر یک کتاب الکترونیکی باید یه کنترلی برای بازاریابی فروش خودتون داشته باشید. توی این وبسایت به شما دسترسی بهتون میده، میگه آقا شما این تعداد رو فروختی، این تعداد دریافت شد، این تعداد در ردیف فروش قرار گرفت، این تعداد ما با شما گذاشتیم برای تسویه و مبلغش رو به شما پرداخت کردیم. خب به همین راحتی. اما من یه نکته راجع به همین بحث کتاب بهتون بگم، حالا اینکه آموزش امروز طولانی شد به خاطر اینکه یه روش خیلی ساده است برای نوشتن کتاب ای بوک، یا اینکه شما واقعا از طریق این روش بتونید به راحتی به پول برسید. کسب درآمد از ای بوک به صورت خودکار واقعا وجود نداره. اینطور نیست که شما هر محتوایی که دوست داری به توش قرار بدی و واقعا منتظر سوداوری بشین. یادتون باشه این واقعا کار خیلی سختی نیست، اما باید راهکارهایی رو که مشخص شده رو شما واقعا پیگیری بکنید، دست پاچه نشین. اینکه شما در حال نوشتن یک کتاب باشید به این معنی نیست که واقعا استرس داشته باشید یا مثلا خیلی از چیزهای دیگه. باید سعی بکنید کتابتون رو طبق برنامه تموم بکنید. اگه شما قرار شد در اون طالبان بیایید کتاب تنظیم بکنید، نه بگید طالبان این سال به وجود اومدن با مرگ مثلا نمیدونم فلانی به پایان رسیدن، در حالی که این اتفاق نیفتاده، بن لادن رو کشتن اما هم فکرش همچنان دارن کار خودشون رو انجام میدن. یه طرح کلی برای کتابتون ایجاد بکنید، زمان بندی برای نوشتن کتابتون رو تنظیم بکنید. مثلا مخصوصا اینکه کتابتون اگه نسخه اصلی و تا الان واقعا کسی در موردش چیزی ننوشته، این ایده از خودتونه، واقعا بیاید این کارو انجام بدید. به چه صورت میخواد کتاب بازاریابی بشه و فروخته بشه؟ اگر میخواد واقعا کتابتون برسه به مرحله فروش، حتما یادتون باشه واقعا دست باچه نشید. فکر نکنید که الان استارت نوشتن کتابو زدید همین الان تو دو روز دیگه باید تمومش بکنید. یادتون باشه هر زمانی، هر روز زمانی رو بیاد برای این کار کنار بذارید. و اینطور هم نمیشه که شما هر وقت حسشو داشتی این کار رو انجام بدی، در غیر این صورت واقعا کارت هیچ وقت پیش نمیره. مورد دوم، یه موضوعی رو بیاد انتخاب بکنید که در موردش میدونید. مطمئنا شما مثلا اگر در مورد سیاره های دنیا، مثلا در مورد آیا اینکه در کره زمین، در کره ما هوا وجود داره، شما علم تخصصی نداری، در مورد موضوعی بیاید شروع بکنید به نوشتن که در موردش میدونید. مطمئنا دوست دارید که با اعتماد به نفس و اطمینان کافی بنویسید. این ایده فقط اگه بخواد یه موضوع رو انتخاب بکنید و فکر کنید فروش خیلی خوبی داره اصلا درست نیست. شما میتونید نوشتن رو به متخصص بدید، خودتون هم راحت کنید اگر نمیخواد واقعا تلاش بکنید، اما در مورد موضوعی بنویسید که واقعا در موردش میدونید. مورد سوم بهتون میگم، یادتون باشه ساده بنویسید. سعی کنید متن کتابتون ساده باشه، روون باشه، قابل فهم باشه. یه نفری که تحصیلات ابتدایی داره با اونی که تحصیلات دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و پی اچ دی داره قابل فهم باشه بهشون. سعی بکنید به روش محاوره‌ای بنویسید نه آکادمی. اینها چیزهاییه که باید در نظر بگیرید. قواعد و دستورالعمل رو یادتون باشه حتما فراموش نکنید. متن کتابو حتما چک کنید. ممکنه بعضی جاها خطای دستوری داشته باشه، اینها رو ادیت کنید قبل انتشار کتابتون. خودتون این کارو انجام ندید چون شما خودتون نوشید، به چشتون آشناست. قبل از اینکه کتابتون منتشر بشه این فایل رو بدید در اختیار یه دوست قابل اعتمادتون، یه کسی که کتابخونه، واقعا کتابخونه حرفه‌ایه، میتونه متن کتاب شما رو ببینه. همه چیز بدتر از این نمیشه که مثلا کتابتون منتشر بشه بعد یا عالمه خطای دستوری توش باشه یا مثلا کلمات املایی توش مشکل داشته باشه. اینها موجب این میشه که خواننده های شما از شما سلب اعتماد بکنن، دیگه از شما اعتمادی به شما نداشته باشن، ممکنه دیدگاه های بدی هم شما دریافت بکنید. پس یادتون باشه اینها جزء مواردی هستند که باعث میکنن، باعث میشن شما فروش خوبی داشته باشید. و در نهایت مورد آخرم بهتون بگم، توی همین بحث کوبا شما ببینید الان این وبسایت اومده فروشش رو انجام داده، به افراد کمک کرده که بیان محتوا رو منتشر بکنن. اما ببینید یک طراحی حرفی واقعا برای جلد کتابتون باید انتخاب بکنید. ببینید طراحی حرفی، حالا موضوع این کتاب ممکنه هر چیزی باشه اما یه چیزی بهش آویزونه، یا مثلا این کتاب یا این کتاب. ببینید خیلی مهمه این که خودتون کتاب رو منتشر میکنید به این معنی نیست که واقعا به صورت یه آماتور این کار رو انجام بدین. انجام دادن یه کار حرفه‌ای باید به یه طراح حرفه‌ای کمک بگیرید تا واقعا یه جلد کتاب خیلی شیک بهتون بدن. یعنی از طریق این جلد کتاب شیک مطمئن باشه شما فروشتون هم حتی تقویت خواهد شد، یعنی فروش خیلی خوبی میتونید داشته باشید. یا ممکنه شما مثلا طرح زیباهاتون رو ببرید داخل کتابتون پیاده بکنید، یعنی شما هم جلد قشنگی داشته باشید هم داخل کتابتون تو محتواتون طرح‌های قشنگی رو پیاده بکنید. حالا
اینا همه رو من بهتون گفتم، بذارید یه نتیجه گیری بکنم. خیلی صحبت کردم، 30 دقیقه شد. ببینید، امیدوارم که البته از این آموزش استفاده ببرید و خوشتون میاد، اما واقعا متوجه شدید شاید چقدر فروش کتابای الکترونیکی میتونه برای ما درآمد خوبی ایجاد بکنه. پس از همین امروز واقعا باید دست به کار بشیم، حالا نه در سایت کوبو، خیلی دیگه از وبسایت‌ها هستن که این خدمات رو انجام میدن، یعنی این خدمات رو ارائه میدن. شما از همین امروز دست به کار بشین، مشخص بکنید که قصد فروش چه کتابی رو دارید، چه ایبوکی رو میخواید تولید بکنید، اینکه محتواتون رو از کجا میخواید پیدا بکنید، چطور میخواید تهیه بکنید، کجا ایبوکتون رو میخواید بفروشید، یا از چه روش‌هایی میخواید بازاریابی کتابتون رو انجام بدید. خب با توجه به شرایط بد اقتصادی کتاب رو خودتون بنویسید، در نهایت به یه مترجم بدید تا برای شما ترجمه بکنه، در آخر بذاریدش توی این وبسایت بفروشید. اگر نخواستید ترجمه‌ش هم بکنید، با زبان خودتون بذارید، یعنی تو که تو افغانستان زندگی می‌کنی به زبان دری و پشتو و به زبان خودت بیا بذار بفروش، تو که تو ایران هستی به زبان فارسی خودت بیا بشین بنویس بفروش، تو که در ترکیه زندگی می‌کنی اگر زبان ترکی حالیته و می‌فهمی زبان ترکی، برو به زبان ادبیات ترک بشین این کارو انجام بده و کتاب رو بنویس و ارائه بده. یادتون باشه این راه درآمد خیلی خوب میتونه نصیبتون بکنه و میتونید درآمد خوبی هم از طریق این وبسایت به دست بیارید. من یه مورد دیگه راجع به سایت کوبو هست، سعی میکنم توی یه آموزش بعدی برای دوستانی که میخوان افیلیت کار بکنن بهشون آموزش بدم حتما. پس حالا این ویدیو رو شما الان دیدید، اگر باز توی 4-5 ویدیوی بعد دوباره یه چیزی شبیه این وبسایت دیدید تعجب نکنید، چون من یک روش کسب درآمدی برای اونهایی که اصلا نویسنده نیستند اما میخوان از طریق فروش این کتابا درآمد داشته باشن میخوان بهشون آموزش بدم، که حتما توی ویدیوهای بعد این آموزشش رو قرار خواهم داد. در هر صورت خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید توی این مدت 32 دقیقه که باهاتون صحبت کردم آموزش رو دیدید. من اون آموزش سایت، آموزش اون ویدیوی قبلی که گفتم مطالب رو میتونید جمع‌آوری بکنید از سایت‌های مختلف، براتون حتما لینکش رو میذارم و سایت kobo.com رو حتما لینکش رو میذارم در انتهای ویدیو. زحمت بکشید ویدیو رو بعد از اینکه دیدید لایکش بکنید، توی شبکه‌های اجتماعی مخصوصا آدرس ویدیو رو یادداشت بکنید، اونجا ایمپورت بکنید یا بفرستید برای دوستاتون توی شبکه‌های اجتماعی که بیان توی کانال و این ویدیو رو ببینن، یا شاید بقیه ویدیوها به دردشون بخوره بتونن مشکلات اقتصادی که ممکنه براشون ایجاد شده باشه رو به راحتی حل بکنن. در تمام دنیا از این ویدیوها میتونید استفاده بکنید، هیچ محدودیتی نیست، کما اینکه دوستان زیادی الان ویدیوهای بنده رو توی شبکه‌های ایران هم دارن منتشر می‌کنن، مثل آپارات، مثل تماشا، مثل نماشا یا خیلی از وبسایت‌ها گذاشتن برای دانلود. حالا 2-3 نفر هم من دیدم که این ویدیوها رو اومدن دانلود کردن و به صورت یه فایل دارن میفروشن، که من اصلا به هیچ عنوان قلبم و شرعاً و اخلاقاً رضایت ندارم به این مسئله، اما خب این دوستان این کارشون رو انجام میدن، من هم روال اداری قانونی خودم رو برای اینکه بتونم حق حقوقم رو از اونها بگیرم حتما پیگیر خواهم بود. اما اگر خواستید این ویدیو رو رایگان منتشر کنید، صاحب اختیارید، انگار برای خودتونه، بردارید اینو کپی کنید بفرستید به هر جایی که دوستان میتونن رایگان اون رو ببینن. زحمت بکشید ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو به من حتما بگید، کانال رو حتما سابسکرایب کنید. ممنونم از اینکه 33 دقیقه همراه من بودید. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. خدا من یار و نگهدارتون باشه.